یاد خداوند مهربان عرض سلام و وقت بخیر به خدمت شما بیننده های عزیز به برنامه هشت گزارش با من حسین نیکخواه از شبکه استقلال خوش آمدید. ما در برنامه هشت گزارش به مهمترین رویدادهای هفته میپردازیم. ابتدا گزارشی در مورد اعتراض باشندگان هرات در رابطه با افزایش بهای برق داریم. روز سه‌شنبه 28 دلو جلسه هیئت اعزامی شرکت برق افغانستان برشنا با وکلا و نمایندگان مردم هرات در مقر ساختمان ولایت برگزار شد. نمایندگان مردم افزایش بهای برق را نپذیرفتند و این جلسه بدون نتیجه مشخص پایان یافت و قرار شد تا هیئت اعزامی خواست مردم هرات را با مسئولان مرکز به میان گذاشته و سپس در این مورد تصمیم گرفته شود. گزارشی را در رابطه با سفر هیئت شرکت برق افغانستان به هرات ببینید. مردم هرات صدای خود را بلند کردند تا بهای برق در این ولایت بلند نرود. پس از آن که گفته شد قرار است بهای برق مصرفی هرات 50% افزایش پیدا کند، هراتیان با انجام راهپیمایی و برپا کردن خیمه ها دست به اعتراض مدنی زدند. این اعتراض ها باعث شد تا هیئتی از سوی شرکت برق کشور به هرات فرستاده شود و از ساعت 10 قبل از ظهر تا ساعت 6:30 عصر با اعضای نهادهای مختلف مردمی در هرات دیدار و در مورد مشکلات برق در این ولایت صحبت کند. باز هم مردم قناعت نکردند. بیشتر از این باز هیئت محترم باید از مرکز کسب صلاحیت بکنند تا ببینیم رایزنی های ما به کجا میرسد. رئیس تجارتی شرکت برق کشور اعلام کرد در سال آینده بهای برق هرات از 3.4 افغانی به 5.2 افغانی افزایش پیدا میکند و در سال 95 باید 20% دیگر بهای برق افزایش پیدا کند و به 7.2 افغانی برسد. اما این 20% در سال 95 افزوده نخواهد شد و در صورتی که بند سلما در سال 96 شروع به فعالیت کند، بهای برق در هرات به گونه تصاعدی پرداخته خواهد شد. در سال 94 همین تعرفه را تطبیق میکنیم، یعنی 5.2 سنت. اما در سال 95 5.2 افغانی. اما در سال 95 20% افزود ما داریم. ما به خاطر اصرار مردم شریف هرات گفتیم از 20% ما صرف نظر میکنیم و سال آینده اضافه نمیکنیم. 96 هم باز چون سلما میه باز ایجاب از این میکنه که ما باز ما شما بشینیم و روی تعرفه به شکل که امروز شیشتیم یک توافق داشته باشیم. اعضای هیئت اعزامی شرکت برق در چندین جلسه پی در پی با نمایندگان مردم هرات در شورای ملی، شورای ولایتی، علما و اعضای نهادهای مدنی مختلف شرکت کردند و نمایندگان هرات از مشکلات فراوان برق هرات گفتند و توضیحات اعضای هیئت را شنیدند. اما در نهایت نمایندگان مردم افزایش برق را قبول نکردند. آنچه که امروز اتفاق افتاد باعث این نشد که ما راضی باشیم. حرکت مدنی ادامه دارد و من از این طریق میگم که ما به اعتراضات مدنی خود ادامه میدیم تا هیئت با صلاحیت تر و خود رئیس جمهور مداخله بکنه و در قیمت برق و مسائل دیگری که هست تفاوت به وجود بیاید. ما به نتیجه نرسیدیم، اونا قبولدار نشدن که پایین بیایم و ما به هیچ عنوان قبولدار نیستیم که یک دینار ما بالاتر از او بدیم و ایره با مردم متحدن وکیل صاحبا و تمام بزرگوارا و کسانی که در اینجا حضور داشتم همه بالعموم یک فیصله کردیم. من به عنوان نماینده مردم از همین جگاه جناب هیئت گرامی صد بار دیگه که شما به ما توضیح بدید، توضیحات تکنیکی شما خیلی میبخشید، خیلی میبخشید به درد خود شما میخوره. تا زمانی که عدالت تامین نشه من خود به موکلین خود میگم هیچ پولی پرداخت نکنید. الله اکبر. چندی پیش گفته شد قرار است بهای برق در هرات طی سالهای 94، 95 و 96 در هر سال 20% افزایش پیدا کند و قیمت برق از 3.4 افغانی در سال 93 به نزدیک 10 افغانی در سال 96 افزایش پیدا کند. اما باشندگان هرات نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و در روزهای اخیر دست به اعتراضهای مدنی زدند. سرپرست ولایت هرات میگوید در صورتی که با رفت و آمد موتورسایکل ها وضعیت امنیتی هرات دوباره خراب شود، احتمال می رود که بار دیگر از گشت و گذار موتورسایکل ها جلوگیری شود. از سوی دیگر مدیر ترافیک هرات میگوید این اداره در ظرف یک روز کاری جواز سیر وسایل نقلیه را طی مراحل نموده و صادر می کند. در این رابطه نیز گزارشی را ببینید.
جاده های هرات از روز شنبه دوم حوت شاهد رفت و آمد موتورسایکل ها خواهد بود. بر اساس ابلاغیه اصیل الدین جامی رئیس شورای نظامی هرات، منع گشت و گذار موتورسایکل ها در این شهر سر از روز شنبه هفته آینده رفع خواهد شد و افراد می توانند با موتورسایکل در شهر هرات تردد کنند، اما با رعایت چند مورد: داشتن جواز سیر، جواز رانندگی مخصوص موتورسایکل، کلاه ایمنی و نمبر پلیت. البته موتورسایکل ها نباید بیشتر از یک سرنشین داشته باشند، مگر در صورتی که فرد دوم کهنسال باشد. موتورسایکل ها از روز شنبه 2/12/93 مجددن تردد از اونا آزاد است، منتها مشروط بر ای که این مهم است که جواز سیر، لایسنس، نمبر پلیت اینا رو دارا باشه. از سوی دیگر مدیر اداره ترافیک هرات تاکید میکند افرادی که موتورسایکل هایشان به این اداره انتقال یافته است میتوانند طی مدت یک روز کاری پس از گرفتن جواز سیر وسیله نقلیه خود را از مدیریت ترافیک هرات خارج کنند. محبوب سادات میگوید از مالکان موتورسایکل ها تعهد کتبی گرفته میشود تا از موتورسایکل خود فقط برای یک نفر استفاده کنند. هر همشهری عزیز ما که چه موتر و یا موتورسایکل باشه که اگر بخواه اسناد خودش در این مراحل بکنه و مراحل قانونیشه که به حساب ضمانت اعتراضش خودش تکمیل کنه و پول خود همزمان تحویل کنه، میتونه که امروزه اگر صبحکی شروع کنه 2 بجه اسناد قانونی جوازه را به دست بگیره. اگر ای که خودش وقت خود تیر کنه، وقت ضایع کنه، یک روز دو روز بعد مراجعه کنه، کار خودش هست. ولی اداره ترافیک این نوع مشکل اجرای کارشون وجود نداره. با این همه سرپرست ولایت هرات باری دیگر تاکید می کند اگر با رفع ممنوعیت گشت و گذار موتورسایکل ها وضعیت امنیتی هرات دوباره خراب شود، ممکن است شورای نظامی این ولایت از رفت و آمد موتورسایکل های بدون اسناد جلوگیری کند. چون اگر اینا قانونمند حرکت بکنن دیگه موتورسایکلر مو کسی که واقعا اهلیت از اون داره و بر حسب نیاز استفاده میکنه، نه برای مقاصد دیگه، و او فرد شناخته شده و راجستر شده خواهد بود که ما به او دسترسی داریم، به او خاطر تشویشی نداریم. اگر باز غیر قانونی استفاده بشه چرا همون تشویش به قوت خود باقی است، باز ممکن شورای نظامی یک تصمیم مجدد بگیره برای منع تردد. دو هفته قبل پس از آن که آمار ترورها در هرات افزایش یافت، مسئولان اداره محلی این ولایت تصمیم گرفتند تا برای مدت 15 روز از رفت و آمد موتورسایکل ها در سطح این شهر جلوگیری کنند. اکنون باید دیده شود تا گشت و گذار دوباره این وسایل نقلیه چه تأثیری بر اوضاع امنیتی هرات می‌گذارد. مسئولان پلیس هرات از بازداشت 11 هراس افکن طی 48 ساعت در این ولایت خبر می‌دهند. همراه این افراد 7 میل تفنگچه، 2 میل کلاشینکوف و بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر نیز به دست آمده است. همچنان فردی که خانمش را در ولسوالی کوهسان به قتل رسانده بود نیز از سوی پلیس بازداشت شده است. در این رابطه نیز گزارشی را ببینید. این 4 نفر اعضای یک گروه هراس افکن هستند که در سطح شهر هرات دست به اعمال خرابکارانه می زدند و احتمال می رود در چند مورد از ترورهای اخیر این شهر دست داشته باشند. بر علاوه این گروه 4 نفری، 7 تن دیگر از سوی نیروهای پلیس هرات از مناطق مختلف این شهر بازداشت شدند و از نزدشان 7 میل تفنگچه و 2 میل کلاشینکوف به دست آمده است. کار ارگانهای کشفی برای بازداشت سایر هراس افگنان جریان دارد. با این حساب 11 هراس افگن همراه 11 میل سلاح مختلف از سوی نیروهای امنیتی هرات بازداشت شدند. 11 نفر افراد مسلحی که در ترورها، در بدامنیها و در اختطافها در سطح شهر هرات دست داشتند از سوی نیروهای امنیتی که مشترکن در ولایت هرات دفاع وظیفه میکنند بالفعل گرفته شدند که 11 میل سلاح مختلف و نو به دست آمده، بیش از 20 کیلو مواد مخدر کشف و ضبط شده. مسئولان پلیس از برنامه خود برای تأمین امنیت هرات خبر می‌دهند. عبدالمجید روزی، قمندان امنی هرات می‌گوید آنان قصد دارند ابتدا امنیت شهر هرات را تأمین کنند و بعد از آن برای امنیت ولسوالی‌های نزدیک این شهر دست به کار خواهند شد. تصمیم اول ما در شهر هرات است. ما شهر هرات را بخیر بتوانیم امنیت بیاریم، بعد از پروسه ما می‌بریم در ولسوالی اطراف شهر و هم دور نمی‌ریم. همه که ما
هماهنگ هستیم، یک زمان هستیم، یک نظر هستیم تا بتانیم همین تشویشایی که در ایراد هست را برطرف بکنیم. در همین حال فردی که روز گذشته خانومش را توسط ضربات چاقو به قتل رسانده بود از سوی پلیس هرات بازداشت شد. این فرد باشنده اصلی ولسوالی کهسان هرات است و معتاد به مواد مخدر نوع کریستال می باشد. گفته می شود که او در تحقیقات اولیه پلیس به جرم خود اعتراف کرده است. دیگه صبح گپم به هم رفتک معمول بکشتم دیگه گپ نه. من عمل شیشه دارم، معتاد به شیشه هم، مواد مخدر. بعد از دیروز صبح نکشته بودم، صبح که خدای گپم به هم رفت من برفتم بکشتم. هفته گذشته نیز نیروهای امنیتی هرات یکی از بازرگانان این ولایت را که همراه رانندهش از سوی آدم روبایان روبوده شده بود از چنگشان آزاد کردند و 6 نفر در پیوند به این مسئله بازداشت شدند. در محفل تجلیل از 26مین سال روز خروج ارتش شوروی از کشور که روز یکشنبه 26 دلو در کابل برگزار گردیده بود، شرکت کنندگان دور شدن حکومت از مجاهدان را به ضرر امنیت کشور دانستند. همچنان عبدالرب رسول سیاف که در این نشست سخنرانی نمود تأکید کرد که اعمال گروه هراس‌افگن داعش ریشه شرعی و اسلامی ندارد. در رابطه با تجلیل از سال روز خروج نیروهای ارتش شوروی از افغانستان نیز گزارشی را ببینید. نعره تکبیر. محفل باشکوهی به مناسبت 26مین سال روز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان در کابل برگزار شد. محمد اسماعیل خان در این نشست به مردم اطمینان داد که از گروه های نوظهور ترس نداشته باشند و اگر ضرورت باشد باز هم در مقابل آنان یک جا شده می ایستند و کشور را نجات می دهند. ما در برابر این ترس و وحشت با ستون های فشردی مثل که به مقابل ستونی از ذریهای روس استادین وطن آزاد ساختیم، وطن یک بار دیگر از مشکلات نجات خواهیم داد. همچنین عبدالرب رسول سیاف در این محفل با اشاره به تلاش‌های مجاهدین در این دوران بعد از مجاهدین گفت که به وضوح می‌توان دید که در یک دهه گذشته در کشور ولایات پیشرفت کردند که در رأس آن مجاهدین قرار داشتند و قندهار، هرات، ننگرهار، مزار از جمله این ولایات هستند. آقای سیاف نیز ضمن نامشروع دانستن فعالیت‌های گروه داعش هشدار داد که مجاهدین در برابر داعش در افغانستان خواهند ایستاد. داعش انسان را در می‌آورد و دعوای خدمت به اسلام را داره. پیش ما هر کسی که از نام اسلام سوی استفاده میکنه و از اسلام یک چهره بد را به دنیا معرفی میکنه از ما امراش مقابل است، به صفت دشمنای دین به صفت دشمنای بشریت میشناسه میشه. وی همچنین با انتقاد از حکومت از دولت مردان خواست تا در تغییر چگونگی روابط خود با کشورهای همسایه از مردم مشوره بگیرند. گفته می شود رئیس جمهور غنی در هفته های گذشته با پاکستان رابطه نزدیکی برقرار نموده است. در همین حال آقای سیاف همچنین از تشکیل گروه سیاسی متحد مجاهدین خبر داد که به زودی اعلام موجودیت می کند. عالی مجاهدین، مقاومین، آزادگرا، مردمی که به خاطر عزیز وطن خون خدا، وقت خدا، عرق خود ریخته وقف کرده، فیصله کردم که با هم نزدیک شویم. انشالله ان قریب شما مجدی عزیز مشنوین که مجاهدین من حیث یک کیان بزرگی که بدنی عظیمی از این ملت است مواقفشان بود از یک جا هماهنگ و هم و همسان و همراه صادر خواهد شد. گفته می شود که قرار است یک جریان تازه سیاسی بر رهبری آقای سیاف و محمد اسماعیل خان در کشور ایجاد شود. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما می گوید افزایش جنگ های زمینی باعث افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان شده. گزارش تازه این سازمان که چند روز پیش نشر شده حکایت از بالا رفتن 22% تلفات غیر نظامی در سال 2014 دارد. در این گزارش عامل عمده کشته شدن افراد ملکی مخالفان مسلح دولت عنوان شده است. در رابطه با این موضوع نیز گزارشی را ببینید.
دفتر یونما گزارش تازه خود را در مورد حمایت از تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه که با همکاری کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر تهیه نموده است نشر نمود. یافته های این گزارش نشان می دهد که تلفات افراد ملکی در سال 2014 نسبت به سال گذشته میلادی 22% افزایش یافته است. در گزارش آمده که در سال 2014 به تعداد 3699 تن کشته و به تعداد 6849 تن زخم برداشتند. بر اساس یافته های این گزارش از سال 2009 تا به حال این نخستین باری است که تعداد زیاد افراد ملکی در اثر مواد انفجاری کارگزاری شده، تاکتیک های مختلف و زد و خورد های رو در رو کشته و زخمی شدند. یونما در این گزارش علت افزایش تلفات افراد ملکی را افزایش جنگ های زمینی و استفاده جوانب درگیر از سلاح‌های انفجاری، هاون، راکت، بمب‌های دستی و در درگیری در جاهای مزدحم و افزایش حملات انتحاری می‌داند. در گزارش آمده که 72% تلفات ملکی توسط مخالفین مسلح دولت، 14% توسط نیروهای طرفدار دولت، 12% توسط نیروهای امنیتی افغانستان و 2% توسط نیروهای بین‌المللی، 10% تلفات افراد ملکی عامل آن مشخص نیست و 3% دیگر آن در اثر مواد انفجاری باقی مانده و حملات مرزی صورت گرفته است. نیروی هوایی مصر مواضع نیروهای داعش در لیبی را به شدت بمباران کرده است. گزارش شده که نیروی هوایی لیبی هم اهداف متعلق به داعش را در شهر درنا بمباران کرده است. این حملات پس از سربریده شدن 21 مسیحی مصری توسط داعش در لیبی صورت گرفته است. در این رابطه گزارشی را ببینید. آنگونه که خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند، بمباران انبارهای اسلحه و اردوگاه های آموزشی داعش در لیبی دوشنبه 27 دلو در واکنش به بریدن همزمان سر 21 مسیحی مصری در لیبی انجام شده است. در اطلاعیه رادیویی که نیروهای مسلح مصر منتشر کردند، آمده که این عملیات در انتقام جنایت و برای مجازات قاتلان صورت گرفته است. یک روز پیش از عملیات نیروهای هوایی مصر، در ویدیویی که حسابهای مرتبط با داعش در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر کردند، نشان داده شد که اعضای این گروه به طور همزمان 21 مسیحی قبطی مصر را که برای کارگری به شهر ساحلی سرت در لیبی رفته بودند، از بدن آنها جدا کردند. در زیرنویس این ویدیو به صراحت آمده است که دلیل سربریدن این مسیحیان اعتقاد آنها به کلیسای مصر است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر در واکنش به این واقعه تأکید کرده است که این کشور هر طور که تشخیص بدهد به فاجعه‌ای که جانیان وحشی بانی آن بودند پاسخ می‌دهد. حکومت مصر 7 روز عزای عمومی به همین مناسبت اعلام نموده است. برغم توصیه مقام‌های قاهره، در سال گذشته هزاران مصری در جستجوی کار به لیبی رفتند. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در گفتگوی اختصاصی با یورونیوز گفت بر این باور است که مبارزه با افراط‌گرایی نمیتواند فقط و فقط مسلحانه و خصمانه باشد، بلکه باید این نگرش رادیکال را از منظر ایدئولوژیک نیز شکست داد. او همچنان سازمان‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل را متهم به حمایت از داعش و بوکو حرام کرده است. در رابطه با گفته‌های اخیر رئیس جمهور سودان نیز گزارشی را ببینید. عمر البشیر رئیس جمهوری سودان در مصاحبه با یورینیوز هشدار داد که تنها استفاده از خشونت علیه افراط‌گرایان جوان که برای سازمان‌های چون داعش و القاعده می‌جنگند احتمالاً منجر به افراط‌گرایی بیشتری می‌شود. سخنان عمر البشیر در حالی مطرح شد که داعش با انتشار ویدیوی جدید سربریدن 21 تبعی مصری را در لیبی به نمایش گذاشته و خشم رهبران و گروه‌های فعال حقوق بشر را باعث شد. رئیس جمهوری سودان در مصاحبه خود گفت سیاست کشورش در این رابطه کاملا موفق بوده است. وی میگوید آنان پس از دستگیری این جوانان گروهی از نخبگان جوان را می آورند و وارد گفتگو با افراطی ها می کنند تا نظراتشان را بیان کنند و پس از بحث و گفتگو جوانان افراطی قانع می شوند و دست از اقدامات خشونت آمیز بر می دارند. عمر البشیر در ادامه گفت که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی CIA و موساد اسرائیل در پشت گروه‌های تروریستی بوکو حرام و داعش قرار دارند
وی افزود این سیاه و موساد هستند که در پشت این سازمان ها قرار دارند، زیرا هیچ مسلمانی وجود ندارد که بخواهد دست به چنین اقداماتی بزند. متن کامل مصاحبه عمرالبشیر قرار است فردا چهارشنبه در یورونیوس منتشر شود. با ادامه نقض آتش‌بس و شدت گرفتن درگیری‌ها در شرق اوکراین، بسیاری از نیروهای طرفدار دولت اوکراین از شهر مهم دلباستو عقب نشینی کردند و تعدادی از آنها با شورشیان طرفدار روسیه مشغول نبرد هستند. در رابطه با این موضوع نیز گزارشی را ببینید. خروج نیروهای اوکراین از شهر استراتژیک دباتسو را پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین تایید کرده است و گفته است که نزدیک به 80% از نظامیان این کشور مستقر در دباتسو عقب نشینی از این شهر را آغاز کردند. دباتسو شهر استراتژیک و چهارراه اصلی خطوط راه آهن اوکراین است و طی 2 هفته گذشته تبدیل به کانون اصلی درگیری ها میان نظامیان اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه شده است. نظامیان اوکراین نزدیک به 2 هفته است که در این شهر تحت محاصره جدایی طلبان هوادار روسیه قرار گرفتند و با وجود آغاز آتش‌بس مینسک از اوایل هفته، درگیری‌های شدید بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان در شبانه روز گذشته جریان داشته است. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ادامه درگیری‌ها را مخالف مفاد آتش‌بس مینسک دانسته و جدایی طلبان هوادار روسیه را محکوم کرده است. تنش و درگیری‌ها از یک طرف، نبود امکانات اولیه از جمله آب و برق و مواد غذایی از سوی دیگر باعث مهاجرت اجباری بسیاری از ساکنان این شهر شده است. این بود برنامه 8 گزارش که تقدیم شما شد. تا برنامه دیگر، بدرود. با ادامه برنامه‌های شبکه استقلال همراهی من کنید.